از 5 ماه پیش که کانال یوتیوبم رو باز کردم، تمرکزم رو گذاشتم روی اینکه تا جایی که میتونم چلنج‌های مختلف براتون انجام بدم و نشون بدم پتانسیل ما انسان‌ها چقدر بالاست. از چالش دویدن 10 کیلومتر زیر 40 دقیقه تا مبارزه با قهرمان جوجیتسو مویتای دونده تیم ملی کانادا و تست FBI و کلی کار دیگه. ولی الان تمرکز عوض شده. تو ویدیو هادی چوپان آرش ازم پرسید که چرا یه مدت کوتاه سبک ورزشی تو از اثلتیک ترینینگ یا ورزش کردن برای ورزشکار تر بودن به بدنسازی تغییر نمیدی؟ چرا یه مشاور مشاور نمیدی؟ من واسه بدنسازی تمرین نمی کنم. پول تو این وقت هر 5-6 ماه یه بار میرم مصاحبه نشاره. اگه فکر میکنید این کارو بکنیم 6 ماه این سمت کانتنت ها رو پست ها رو ببریم سمت بدنسازی، ببینیم میشه یکی مثل من که خیلی طبیعی میخواد بره بدنسازی کنه، بره مسابقه بده، یه مستندی با هم دیگه بسازیم و ببینیم چی میشه، حتما تو کامنت برام بذارید. راستش اول اوکیو بهش گفتم که بهش بی احترامی نکرده باشم، چون من عاشق این سبکی هستم که خودم الان دارم تمرین میکنم، ولی به قدری میزان کامنت ها زیاد بود که تصمیم گرفتم خودم رو به چالش بکشونم. ولی فقط یه مسابقه بدنسازی برای من کافی نیست. این ویدیو رو اگه تا آخر ببینی منظورم رو میفهمی. تو 24 هفته آینده من تمام تمرکزم میبرم به سمت بدنسازی که یه بدنی بسازم که بتونه مسابقه که تو شرکت میکنم رو به آتیش بکشه. تو این 24 هفته با بهترین مربیا، نوتریشنیست ها و یوتیوبرهای دیگه همکاری میکنم. میخوام 100%مو رو این چالش بذارم. به زندگی جدید من خوش اومدید. اولین کاری که کردم این بود که رفتم پیش یکی از همکارا و دوستای خوبم دیکی که تخصصش توی بدنسازیه و شاگرداشو به یه سبک خیلی خاصی تعمیر میده. ازش پرسیدم از نظر اون این امکان وجود داره که من به یه بدن مسابقاتی برسم؟ بهم گفت احتمالش خیلی قویه، ولی باید اینو بدونم که توی این مسابقات هیچ کیو تست نمی‌کنن که ببینن هورمون زده، دارو استفاده کرده یا نه، و فقط اسمش نچراله. ولی این ریسکیه که ما باید قبول کنیم و منم آمادگی پذیرفتن این ریسکو دارم. درصد چربیمو گرفت و گفت که 9% چربی برای شروع خوبه، ولی تا روز مسابقه باید ما اینو به زیر 4% برسونیمش. خب بچه، درصد چربی بدنم 9.5، باید درصد چربی رو زیر 4 بیاریم. تا تحویل سال ما فقط میخوایم سایز عضله اضافه کنیم، ولی بعدش باید شروع کنیم کات کردن. الان داریم دنبال یه مسابقه میگردیم و همسایه ایم، یعنی میتونه بیاد باشگاه من و تو باشگاه ما میتونیم با هم دیگه حتما تمرین بکنیم. الان مسابقه رو پیدا کنیم ببینیم کدومه. بعدش به من یه سری مسابقاتی که تو ونکوور برگزار میشن نشون داد و بهم پیشنهاد کرد که مسابقه ونکوور نچورالز رو تو رده بادی بیلدینگ و منز کلاسیک شرکت کنم. 6 ماه گفت برای حجمگیری خیلی زمان کمیه، ولی اگه میزان عضلاتی که من الان دارم و همین طوری که هست نگه داریم و درصد چربی رو بیاریم پایین، یه بدن بدنسازی ایدئال میتونیم بسازیم. همونطور که آرش هم بهم گفته بود، یه 6 ماه خیلی سخت جلو رومه. تا ماه ژانویه قراره که حجمگیری کنیم و از ژانویه تا 11 می که زمان مسابقه است قراره که کات کنیم. تمرینای بدنسازی تا ژانویه هفته 5 باره، ولی بعد ژانویه به 7 بار در هفته میرسه. یه چیز باحال راجع به دیکی بهتون میخوام بگم، اینه که من و اون چند تا شاگرد مشترک با هم دیگه داریم. یعنی یه سری از روزهای هفته دیکی اونا رو تمرین میده برای یه سری از هدفاشون و همون شاگرد و من یه سری از روزهای دیگه برای هدفهای مختلف تمرین میدم. Text me and I will see you Monday. Peace. بچه عالی بود. بریم. آماده ایم. انتظار داشتم دیکی بگه که نه بابا دیوونه این کارو نکن بکن، ولی خوبه که مربیت بهت هیچی نشده باور داشته باشه. 100% عالیه. خب بریم برای مسابقه ثبت نام کنیم. چون داداشم تو محل کارش یه صفحه کامپیوتر خیلی گنده داره، من دوست داشتم که ثبت نام این مسابقه رو اونجا انجام بدم چون برام خیلی مهمه. برای رده منز فیزیک من منز کلاسیک ثبت نام کردم. شاید این یکی از سخت‌ترین چالش‌های زندگیم باشه، مخصوصا تو این مدت زمان کوتاه انجام دادنش و به صورت 100% طبیعی. خب بچه‌ها، ثبت نام بدنسازی تموم شد. برای خبر بعدی آماده اید؟ برو بریم. شما که منو مدتی دنبال می‌کنید، علاقه شدید منو به دویدن می‌دونید. همیشه بهتون میگم این همه عضله داشتن ولی هیچ کاری نتونید بکنید، نتونید بدوین، همیشه بدنتون درد داشته باشه،
دلیلش چیه؟ بدن خوشگل ساختن که نشه ازش استفاده کرد و ازش کار کشید برای من هیچ جذابیتی نداره. برای همین تصمیم گرفتم که علاوه بر مسابقه بدنسازی توی یه مسابقه دوی اولتراماراتون شرکت کنم. دقت کنید، ماراتون نه، اولتراماراتون، یعنی حداقل 50 کیلومتر دو. و این مسابقه توی سطح صاف نیست، توی کوه هستش، یعنی تریل ران. دیوید گاگینز میگه که وقتی ذهنت بهت میگه که تمومی، دیگه جونی برات نمونده، در اصل تو فقط از 40% از ظرفیتت استفاده کردی. من میخوام این جمله دیوید گاگینز رو براتون به تصویر بکشم. میخوام وقتی که یکی یکی از این دونده‌هایی که نصف قد و هیکل منو دارن تو مسابقه دو بغلم وایستادن ازشون دارم جلو میزنم، به خودم بگم که کار نشد نداره و به شما هم همین رو نشون بدم. وقتی اومدم برای مسابقه دو ثبت نام کنم، دیدم اون مسابقه که مد نظرم بود در جا پر شده. برای همین شروع کردم دنبال یه مسابقه دیگه گشتن و به یه مسابقه رسیدم که اسمش از اولترا تریل ویسلر، که از اون مسابقه که اول میخواستم برم خیلی سخت داره. کمپانی UTMB که یکی از بزرگترین برگزار کننده های مسابقات استقامتی مثل آیرون من، داره این مسابقه رو برگزار میکنه. واسه دویدن تنهایی خیلی خوبه، ولی حال میده که با یکی دیگه انجامش بدی. اولین کسی که تو ذهنم اومد که ازش بپرسم علاقه ای به شرکت کردن توی مسابقه با من داره یا نه، یکی از پایه‌ترین آدما تو زندگی منه. اون کسی نیست جز ساندرین. بچه ها تموم شد، این ایمیل کانفرمیشن هم برای من اومده. ساین اپ کردیم برای این مسابقه که 50 کیلومتر میگه، ولی در اصل 54 کیلومتره. برو بریم. هیجان زدم، خوشحالم که دارم این کارو با ساندرین انجام میدم. Ready ساندرین؟ Let's go. برای پیدا کردن مربی دو به چند تا چالش برخوردیم. اول از همه این که من به هر کدوم از مربیای دو که زنگ می‌زدم، فلسفه تمرین کردنشون میزان خیلی زیاد دویدن روزانه بود، یعنی بیشتر از 2 ساعت حتی، و اصلاً تمرین‌های قدرتی رو باور نداشتن. این دقیقاً برعکس فلسفه تمرین کردن منه. انقدر گشتم تا یکی رو پیدا کردم که مچ خیلی خوبی برای من بود. Good. How are you? دقیقاً 2 روز بعد این تماس تلفنی مربی به من تکست داد و گفتش که ترجیح میده که با من کار نکنه. چرا؟ چون انجام دادن مسابقه اولتراماراتون و بدنسازی در عین حال به نظر اون غیر ممکنه. من کلاً دوست دارم برای این پروژه با آدمای متفاوت کار کنم که سبک کار کردن مربیای مختلفم به شما نشون بدم. ولی هر قسمتی که نتونم بهترین کسو پیدا کنم، خودم اون کارو انجام میدم. حالا تو ویدیوی بعدی با تیم من بهتر آشنا میشید. یه جمله‌ای هست از الکس هرموزی که میگه که با جلوی آینه وایستادن و تکرار کردن حرفای انگیزشی به خودت، اعتماد به نفست بالا نمیره. باید روی یه کوهی از دلیل و مدرک وایستی که نشون میدن چند مرده حلاجی و برای رسیدن به هدفات چقدر تلاش کردی که اعتماد به نفست بره بالا. بچه ها تو 6 ماه آینده ما 100% تمرکز میذاریم روی این چالش. هر کاری نیاز باشه که بخوایم بکنیم که از این چالش سربلند بیایم بیرون، ما انجام میدیم. با من همراه باشید تا ویدیوی بعدی. 5 تا مربی دارن که یکیشون منم، یکی از شاگردای خیلی خوبم رابرت شرالو، من با دیکی با هم تمرین می‌کنم. هی هاو آر یو؟ حاجی بریم بالا بچه‌ها، از یاد نکنید. لتس گو.